فصل چهارده قسمت نهم مرحله هفتم عروس و داماد وحشی پادشاه به قصر برمیگردد او و مادرش میفهمند که شیطان خرابکاری کرده و پیامهایشان را تغییر داده است پادشاه خالصانه قسم میخورد تا همسر و فرزندش را پیدا کند او هفت سال جستجو می کند. در این مدت نه چیزی میخورد و نه می آشامد. اما نیروی بزرگتر و عظیمتر از خودش به او کمک می کند تا زنده بماند. سرانجام پادشاه به مسافرخانهای ای می رسد که مردمان جنگلی آن را اداره می کنند. در آنجا رویش را می پوشانند تا بخوابد. وقتی بیدار می شود می بیند که زنی دوست داشتنی و کودکی زیبا به او زل زدند. ملکه جوان می گوید من همسر تو هستم و این کودک فرزند توست. پادشاه دوست دارد باور کند اما می بیند که زن دست دارد. زن میگوید به خاطر رنج هایی که کشیدم دستهایم دوباره رشد کردند و بعد روح زن سفید پوش دست های نقره ای را از تنه درختی که گنجها را در آن نگه می داشتند بیرون می آورد و زیافتی معنوی برپا می کنند. در اینجا و در پایان زنی که چنین حبوطی را متحمل شده و پایداری کرده چهار قدرت معنوی مستحکم را با هم ادغام کرده. نیروی مردانه پادشاه، خیشتن نوزاد، مادر وحشی پیر و دختری که به خداگاهی رسیده. او بارها تطهیر شده و خالص گشته. برای داشتن یک زندگی امن و آسوده دیگر خواسته های نفسانیش هدایتگر او نیستند. حالا این چهار قدرت هستند که روان او را هدایت می کنند. رنج کشیدن ها و سرگردانی پادشاه است که اتحاد دوباره و ازدواج آخر را به بار می آورد. چرا او؟ کسی که پادشاه دنیای زیرین است. چرا او باید سرگردان شود؟ مگر او پادشاه نیست خب حقیقت امر این است که پادشاهان هم باید به خداگاهی برسند حتی پادشاهان کهن الگویی در این داستان هم همان ایده قدیمی و بسیار رمزآلود وجود دارد که وقتی یک نیروی روان تغییر می کند بقیه نیروها نیز باید تغییر کنند. در اینجا زن دیگر آن زن ضعیف و سرگردانی نیست که پادشاه با او ازدواج کرد حالا او به خداگاهی رسیده حالا راهکارهای زنانه خود را در تمام موضوعات میداند حالا او به واسطه داستانها و مشورتهای مادر وحشی پیر خردمند شده است او حالا دست دارد بنابراین پادشاه هم باید برای رشد خودش رنج بکشد. بنابر دلایلی این پادشاه به عنوان شخصیت مردانه یا آنیموس در دنیای زیرین میماند. او نماد سازگاری زن با زندگی جمعی است. حامل عقاید قالب و برجسته است که زن در سفرش به دنیای بالا آموخته یا از جامعه بیرونیش یاد گرفته. به جز این که او هنوز جا پای زن نگذاشته و این کاری است که آنیموس باید انجام دهد تا آنچه که زن هست و آنچه را که فهمیده به جهان بیرون منتقل کند. بعد از اینکه مادر وحشی پیر پادشاه را مطلع می کند که فریب شیطان را خورده برای جستجوی خیش به درون تحول شیرجه می درست مانند کاری که دختر پیش از این انجام داده بود. پادشاه نه دستانش را بلکه ملکه و کودک تازه متولد شدهش را از دست می دهد. پس آنیموس همان راهی را دنبال می کند که دختر پیش از او رفته است. این پاسخ مشفقانه شیوه بودن زن در دنیا را از نه سازماندهی می کند. تغییر جهت دادن آنیموس برای ادغام و یک پارچگی با زن است. آنیموس وارد دوره خداگاهی خود می شود. به همین خاطر است که آنچه زن آموخته نه تنها درون روح او بلکه همچنین بر روی وجهه بیرونی او نیز منعکس می شود. پادشاه نیز در جنگل خداگاهی سرگردان می شود و در اینجا ما دوباره این احساس را داریم که بخشی از داستان گم شده. هفت مرحله خداگاهی آنیموس اما دوباره تک پاره هایی برای حدس و گمان داریم. یکی از سرنخها این است که پادشاه به مدت هفت سال چیزی نمیخورد اما زنده میماند تغذیه نشدن باید جایی زیر انگیزه ها و اشتهای ما به معنای عمیقتری برسد خداگاهی پادشاه باید به نوعی عمق بخشیدن به دانسته های خیش در رابطه با شناخت اشتها و هایش از جمله تمایلات جنسیش باشد. این به ارزش و توازن در چرخه هایی که امید، خوشبختی و شادکامی انسان را حفظ می کنند مربوط می شود. علاوه بر این از آنجا که او آنیموس است جستجویش به یافتن زنی در روان که به خداگاهی کامل رسیده مربوط می شود و حفظ و نگهداری از او هدف اصلیش می باشد صرف نظر از هر آنچه که سر راهش اتفاق بیفتد سوم اینکه خداگاهی در رسیدن به خود وحشی اتفاق میافتد چنانچه او به مدت هفت سال مانند حیوانی در طبیعت وحشی به سر می برد، هفت سال حمام نمی کند تا پوسته ای که از لایه های آداب تمدنی که آموخته را از خود جدا کند. آنیموس با ساختن خودش وفاداری و داشتن عملکرد درست به خیشتن روح زنی که به تازگی به خداگاهی کامل رسیده است را نشان می دهد. آن قسمت از داستان که به کشیدن پوششی بر روی صورت پادشاه در حالی که به خواب رفته اشاره می کند به احتمال زیاد نمادی دیگر از آین اسرارآمیز کهن می باشد. در یونان مجسمه زیبایی به همین شکل هست. مرد جویندهی که روی سرش نقابی کشیده و طوری خم شده که انگار دارد استراحت می کند. منتظر است یا خوابیده. حالا می بینیم که آنیموس نمی تواند در سطحی پایین تر از سطح زن عمل کند یا اینکه زن بین آنچه که حس می کند و در باطن می داند و آنچه که در رابطه با آنیموس هست و رفتار ظاهریش دوپاره می شود. بنابراین آنیموس باید در طبیعت سرگردان شود. در طبیعت مذکر خیش و همچنین در جنگل زیرین. تعجبی ندارد که هم زن و هم پادشاه قرار است در سرزمین های روحی قدم بگذارند جایی که در آنجا چنین فرایندهایی رخ می دهد. معمولا زنی که به تازگی به خداگاهی رسیده باید عشق دنیای زیرینش را از طبیعت وحشی و در سطح و در دنیای بیرونی پیدا کند. یکی از جالبترین چیزها در مورد این روند طولانی رسیدن به خداگاهی این است که همینطور که زن روند خداگاهی در دنیای زیرین را ادامه می دهد به همه کارهای معمول در زندگی دنیای بالایی هم ادامه می دهد. دوست داشتن معشوق، به دنیا آوردن بچه، پیگیری کارهای فرزندان، انجام کارهای هنری، یافتن واجه ها، آماده کردن غذا نقاشی کردن، بافتنی بافتن، دعوا و جنگیدن برای این و آن، کفن و دفن مرده ها، انجام تمام وظایف روزانه و نیز به انجام رساندن این کار عمیق سفر به دور دست ها. این ما می بینیم که آنیموس در تحول و دگرگونی خیش آماده می شود تا برابر با همتا و همسر خود شود و با خیشتن کودک همراه شود. سرانجام آنها با هم یکی می شوند و به سوی مادر پیر باز می گردند. مادر خردمند، مادری که می تواند همه اینها را ببیند و تحمل کند. کسی که با خرد و هوش خود به آنها کمک می کند. همه آنها با هم متحد می شوند، پیوند می خورند و یکدیگر را دوست می دارند. تلاش اهریمن برای قلب بر روح به طور قطع شکست خورده و پایداری روح آزموده شده و به پیروزی رسیده. یک زن هر هفت سال یک بار وارد این چرخه می شود. اولین بار خیلی کمرنگ و معمولا یک بار هم خیلی سخت و بعد از آن به صورت یادآوری یا تجدید خاطره ای از آن این چرخه به سراغش می آید. در اینجا و در پایان بیایید استراحتی کنیم و به این چشمانداز سرسبز خداگاهی زنان و وظایف آنها نگاهی بیاندازیم. یک بار که از این چرخه ها عبور کنیم میتوانیم هر کدام از این وظایف یا همه آنها را برای نو کردن زندگیمان در هر زمانی و به هر دلیلی انتخاب کنیم برخی از این وظایف اینها هستند ترک والدین قدیمی روان حبوط به سرزمین ناشناخته روان و در عین حال وابسته بودن به حسن نیت هر کس که در سر راهمان ملاقات می کنیم. بستن زخم های ناشی از معامله های بدون فکر که زمانی در زندگیمان انتخابشان کرده ایم. سرگردانی، گرسنگی روحی و اعتماد به طبیعت برای تغذیه ما. پیدا کردن مادر وحشی و داشتن حمایت او. تماس با آنیموس حامی در دنیای زیرین. گفتگو با پیامرسان روح جادوگر. مشاهده باقهای میوه باستانی. شکلهای گوناگون انرژی زنانه. بارداری و به دنیا آوردن خیشتن نوزاد روحی و معنوی. تحمل سوء تعبیرها و بارها و بارها جدا ماندن از عشق. گلالود و کسیف و خاکی شدن. ماندن در قلم مردمان جنگلی به مدت هفت سال تا کودک به سن عقل برسد. منتظر ماندن. احیای بینش و خرد درونی و شفای دست های روح. ادامه دادن و پیش رفتن حتی اگر همه چیز از دست رفته باشد. نجات کودک روح، ریشه یابی و درک دوران کودکی، دخترانگی و زنانگی. اصلاح آنیموس به عنوان نیروی وحشی و بومی، دوست داشتن او و پذیرش علاقه متقابلش به کمال رساندن ازدواج وحشی در حضور مادر وحشی پیر و خیشتن کودک نو دختر بی دست و پادشاه در رنج یکسانی که از هفت سالی که برای خداگاهی میبرند با هم وجه اشتراک دارند. این اشتراک ایدهی محکم در این رابطه به ما می دهد که به جای خصومت و ضدیت بین این دو نیرو می تواند عشقی عمیق بین آنها ایجاد شود. به ویژه اگر ریشه در جستجو برای خیشتن خیش داشته باشد. داستان دوشیزه بیده است داستان زندگی واقعی و در مورد زنان واقعی است. در مورد یک بخش از زندگی ما نیست بلکه در مورد مراحل یک عمر زندگی کامل است. در اصل به ما می آموزد که کار زنان بارها و بارها سرگردان شدن در جنگل است. روح و روان ما به طور خاص با این فرایند وفق داده شده تا ما بتوانیم به سرزمین زیرین روان برویم، گوش کنار آن توقف کنیم و به هر چیز و هر کسی که دوستش داریم بپیوندیم. وقت گذراندن با زن وحشی در ابتدا دشوار است. ترمیم غریزه آسیب دیده، نابود کردن خامی و سادلوهی یادگیری عمیقترین جنبه های روح و روان در گذر زمان، نگهداری و محافظت از آنچه یاد گرفته ایم، برنگشتن از نیمه ای راه و صحبت کردن از آنچه که برایش ایستادگی و پایداری کرده ایم دشوار است. همه این وظایف استقامت و پایداری بی حد و مرز و عرفانی می طلبت. زمانی که پس از به اتمام رساندن وظایفمان از دنیای زیرین بیرون میاییم شاید ظاهر بیرونیمان تغییر نکرده باشد اما از درون طبیعت وحشی وسیعمان را اصلاح کرده ایم. در ظاهر رفتاری دوستانه و مسالمت آمیز داریم اما در زیر پوستمان قطعا دیگر رام و اهلی نیستیم.